سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین هم. از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین این ویدیو 54 و, و اگه میخواین از ما حمایت بکنید میتونید از لینک زرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در آپارات و یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده بکنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و همونطور که میدونید تمام ویدیوی ما در آپارات یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی هم آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاک چین رو میتونید مشاهده کنید به کانال اینستاگرام ما بپیوندین آدرس اون رو میتونید از داخل وبسایت ما پیدا بکنید اونجا اطلاعات بسیار خوبی براتون به اشتراک میذاریم حتما اونجا منتظرتون هستیم آدرس وبسایت ما سروتیار دات کام. توی این ویدیو میخوام در خصوص مقایسه بهترین صرافی های دیجیتال با هم صحبت کنیم قبل تر از این چند تا ویدیو در خصوص پیدا کردن بهترین قیمت برای خرید و فروش با صرافی های خارجی عرض شود که روش یا و روش های متفاوت خرید و فروش کریپتوکارنسی از داخل ایران حالا با کارت شتابی بود و روش های دیگر رو با هم دیدیم در ادامه مسیر به این نقطه رسیدیم که چرا باید با صرافی خارجی کار بکنیم و حداقل یکی دو تا از اینها رو توش رجیستر کرده باشیم که برای روز خاص یا روز مبادا بتونیم ازش استفاده بکنیم حالا توی این ویدیو میخوام به انتخاب چند تا صرافی بهتر نسبت به بقیه بپردازیم و در ادامه این ویدیو در دو سه تا ویدیو بعد از این هم چند تا از این صرافی ها رو براتون قشنگ باز میکنم اصلا نحوه رجیستر کردن تو اینا رو براتون میگم در ادامه هم روش خرید و فروش رو میگم اون نکات بسیار مهمی که باید در خرید و فروش با این صرافی ها بعد نظر داشته باشیم خب اگر به موضوع معامله گری در بازار کریپتوکارنسی علاقمند هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید خب مطابق معمول بحث سلب مسئولیت وجود داره ببینید ما فقط جنبه آموزشی رو توی این این کانال یوتیوب در نظر داریم و مطالبی که آموزش میدیم صرفا بحث آموزشی رو داره هیچ تأکیدی به این نیست که حتما شما از این وبسایت ها استفاده بکنید در نتیجه اگر اقدام به معامله, کر... معامله گری کردین و میخواین که با این صرافی ها کار کنید یا اصلا کلا تو هر موضوعی در بازار کریپتوکارنسی کار کنید حتما در نظر داشته باشین که نکات امنیتی رو باید مد نظر خودتون قرار بدین و بدیهیه که از این محل هیچ مسئولیتی سمت ما نیست و خود سرمایه گذار مسئولیت کلیه اقدامات و معاملگری خودش رو بر عهده داره خب توی این ویدیو میخوام در خصوص نحوه پیدا کردن بهترین مزنه قیبت تقسیم بندی روش خرید و لیست بهترین صرافی با هم صحبت بکنیم اما نکته ای که خیلی اهمیت داره این که حالا در کنار این ویدیو من پیشنهاد میکنم حتما اون رو مشاهده کنید ما یه ویدیو جداگانه ای ساختیم چون بحث پیدا کردن بهترین مزنه قیمت یه بحث بسیار طولانی و مبسوطی هست پیشنهاد میکنم این ویدیو که این بالا براتون کارد میکنم و حتما بعد از که این ویدیو رو دیدین حتما اون هم مشاهده کنید چرا چون توی اون کامل توضیح دادم به چه صورتی باید این کار انجام بشه نکاتش رو گفتم و حتی بحث اینو داریم که اصلا چرا اینقدر این قیمت های فروش و خرید و تفاوت این خرید و فروش ها توی صرافی های مختلف با هم متفاوته اگر خاطرتون باشه تو ویدیو های اولیه ما بود فکر میکنم تو اون پنج تا ویدیو اول کانال شما میتونید برید توی یوتیوب پیدا بکنید بحث این که اصلا چه تعداد صرافی وجود داره بالغ بر چهار هزار تا فکر میکنم صرافی در دنیا وجود داره که یه تعدادی از اینو توی سایت کوین مارکت کپ شما میتونید مشاهده کنید لیست اینا رو آورده و خب یه بازار بازار بسیار بزرگی علت اینی هم که قیمت متفاوت هست یه سری نکاتیه که توی همین ویدیو بهتون اشاره می کنم که مد نظر داشته باشین و خب وقتی که بازاری قیمت های یکسان نداره عملا تو اون دستبندی بازار کارا تا بازار ناکارا توی وضعیت خدمت هست شود که ناکاراتری قرار میگه چرا چون شفافیت تو بازار کمه و اینکه شاید ساختار این کریپتوکارنسی به این صورت حرکت کرده که این شرایط به وجود آورده باشه که در این بین اونایی که خیلی حرفه تر هستن میتونن از فرصت آربیتراژ استفاده کنن کما اینکه معامله گران بازار سرمایه ایران حالا اونایی که تو حوزه کالایی مخصوصا رو سکه کار میکردن متوجه این مسئله آربیتراژ هستن و میدونن که چه فرصت طلایی هست یه اصلا یه سری آدم معاملگر این بازار ها. این نوع بازار ها هستن که میتونید برید در موردش من توی ویدیوهای ابتدایی کلی در مورد این صحبت کردم اونا رو ببینید و توی اینترنت هم که الا ماشاءالله مطلب در این خصوص وجود داره بحث تقسیم بندی روش خریده ببینید روش خرید رمز ارز همونطوری که در اون ویدیوی ابتدایی که اشاره کردم این بالا هم براتون کاردش میکنم اونجا خیلی مفصل تر گفته فقط خیلی کوتاه اینجا بگم ما چهار تا روش عمده داریم که یکی از اون روش خرید رمز ارز با وچر وچر یا مثلا عرض شود که مثلا با یه اینه یه بون میمونه یه یه سریال نام بره با این میتونید بخرید خب و اینکه حالا یه روش دیگه هم وجود داره خرید با کارت اعتباری و نقدیه اما تو تقسیم بندی این وبسایتی که میخوام براتون اشاره بکنم و سراغ وبسایتش هم بریم وبسایت مرجعش بریم اونجا آمده بر طبق ووچر و حالا کارت اعتباری یا نقدی دستبندی کرده و این کارت اعتباری یا نقدی به صورت دلاری هست یعنی شما دلار میخواید هرچند که دو وچر هم یا بر اساس دلار یا بر اساس خدمتون هر شود که یورو هست اما خب به هر حال این دستبندی وجود داره جز روش هایی که خیلی مهمه بعد بلد باشین به خاطر اینکه شاید توی نقطه برسین که شما مثلا یه سری صرافی ها یه داستان رزرو رو اینا داریم این رزرو اصلا خودش شده مسئله وقتی که بازار شروع میکنه حرکت رو به بالا کردن خب بدیهی فروشنده کم میشه فکر میکنم مجموع ویدیوهای رویدادهای مهم بیت کوین رو اگر دیده باشین یه ویدیو من دارم در خصوص هاوینگ بیت کوین این هاوینگ در خصوص اینه که این پاداش استخراج کم میشه وقتی عرضه کم شده و دارنده هم مطابق اون ویدیو که برای سایت اینفو چارت ساختم اینم برید تو کانال پیداش بکنید ببینید اکثرا دارن نگه میدارن یعنی اون کسایی که توی کیف پولاشو نگه داشتن خیلی زمان بیشتری از چندین دو سال برده چند چندین سال مثلا اونا که بالای سه سال هستن تعدادشون هم خیلی زیاد شده یعنی اینا معتقدن که حال میره بالا و حالا حالا فروشنده نیستن پس عرضه کم شده فروشنده هم کم شده هرچی میره جلوتا بیشتر شناخته میشه این موضوع در نتیجه این عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه حالا شما توی یه سری صرافی ها نمیتونید بخرید بعد برید توی صرافی دیگه بخرید که اینجا با هم در خصوصش صحبت میکنیم ارزیابی یه صرافی اونم صرافی خارجی و در نظر داشته باشه این تعداد خرید در روزش هست هر چقدر صرافی گردشش بالاتر باشه اعتبار بالاتری داره راحتتر میتونه این تقاضای شما رو پاسخ بده و همین خاطر در نظر داشته این تعداد خریده و حجم معاملاتش هم به تب وقتی که تعداد رابطه مستقیمی با هم دارن و تعداد و حجمش بالا باشه یعنی از نظر دلاری حجم بالایی در روز مبادله کنه خب خیلی راحتتر میشه بهش اطمینان کرد و در خصوص میزان رزرو ارز همین نکته که چند لحظه پیش گفتم این رزروه خیلی مهمه شما اگر مثلا یه خریدار کوچیک باشین خب خریدار کوچیک خیلی براش چیز نداره مثلا در حد 50 تا 100 تا 200 تا 500 تا بیت کوین این مثلا حالا تو دستبندی صرافی معتبر و بزرگ چیز مثلا مشتری معمولیه خیلی معمولی اما از یه جایی به بعد مثلا حالا شما بیت کوین نمیخوای میخوای بری مونرو بخری مونرو مثلا چند هزار تا میخوای مونرو بخری این رزروه مهمه اینا هر کدومشون به یه پول وصلن به یه استخری وصلن که از اون استخره دارن تغذیه میکنن و میتونن یعنی اون ریسپانس تایمی که برای زمان خرید تا فروشه رو دارن پوشش میدن به همین خاطر بعد اینو مد نظر داشته باشین که میزان رزروش هم قابل توجه باشه بحث ریویو خونی یک ویدیو دارم در خصوص کلاه برداری. من همیشه تاکید میکنم تو ویدیوهای مختلف که اونو حتما ببینن دوستان در یه فرصت مناسب چرا چون اینقدر توش من نکته گفتم که جمعی اون نکات میتونه در انتخاب های خوب هم به شما کمک کنه بدونید آگاه باشید که داستان کلاهبرداری بسیار بسیار تو این حوزه هم جدیه بعد حواستون باشه که مبادا پولتون و وچرتون رو بزنید و بعد دیگه ببینید از اونور کریپتوی بر نمیگرده پس پیشنهاد میکنم حتما اونو ببینید این بالا براتون کاردش میکنم خب میخوایم چند تا صرافی برتر هم با هم ببینیم اصلا چه جوری میتونیم انتخابش کنیم هم با هم ببینیم خب این وبسایت بست اکسچنج و شما توی این سایت میتونید بهترین قیمت ها رو پیدا بکنید در خصوص این یه ویدیو تهیه کرده بودیم که میتونید توی کانال حالا من قبلا توضیح دادم برید اونجا پیداش بکنید حتما ازش استفاده بکنید یه مرجع بسیار خوبیه یه گزینه داره به نام اکسچنج من دیگه سراغ توضیح بقیه موارد نمیرم چون توی یه ویدیو حدود 20 25 دقیقه اینو توضیح دادم روی اکسچنج که بزنید یه همچین صفحه‌ای باز میشه همونطوری که می‌بینید من سفر فول اسکرین کردم شما بتونید ازش استفاده کنید تعداد قابل توجهی اکسچنج اینجا اومده برای ما لیست کرده میگه یه لیست 270 تاییه و هر 5 ثانیه هم داره آپدیت میشه و یه چیز حدود یک میلیون دلار هم رزرو همونی که توضیح دادم خدمتتون که از شاخص های مهمه کریپتو توی این تعداد اکسچنج رزرو شده است یعنی آماده است که شما تا دکمه خریده بزنی به والت شما واریز کنه ضمنا در خوز والت هم اینکه که چجوری باید انتخاب بکنید هم یه ویدیو جداگانه داریم خدا همه اینا رو ما ساختیم و خب رسیدیم به این نقطه که الان ویدیو 54 چهارم هست بدیهی کسی که میخواد اینو خوب یاد بگیره همیشه پیشنهاد ما اینه که این مسیر آموزشی رو با ما بیاد جلو برگردیم به بحثمون وقتی که روی این اکسچنج اینجا که کلیک کردیم یه همچین صفحه باز میشه توی این صفحه شما میتونید مثلا بزنید بر اساس الان اینجا 148 میلیون دلار رزرو داره این Pro پراس تو کش و ریتش uh, 5270 خب uh, ما بر اساس رزرو که بزنیم یه همچین لیستی رو برای ما میاره برگردونیم بر اساس ریت که بزنیم uh, دوباره همین سایت بالاترین میزان رو داره 5270 میبینید که یه تعدادی از اینا بالاترین رتبه حالا ارزیابی این بست اکسچنج رو دارن توی خودش توی این سایت و خب این یه سایت سایت مرجعی هست که در خصوص این اکسچنج ها داره سال هاست که فعالیت میکنه یه جایی که مزنه قیمت خوب به ما میده و روش اینو قبلا توضیح دادم که چطور میتونیم بهترین قیمت رو پیدا کنیم ببینید یه چیزی داریم اینجا به نام WMBL که در خصوص وب مانی هست همینطور که اینجا هم اگر وایسین و به ما نمایش بده این تول پرو رو میبینید که میگه سورت the exchange by the web money business level column این بر اساس خرید و فروش وب مانی اومده اینو رتبه بندیش کرده این مجموعه سایت هاره از بالا به پایین یه بار دیگه روش کلیک بکنید برمیگرده مثلا از کم به زیاد میبینید همطور که میبینید دشت خورده از کم به زیاد صورت میکنه شما وقتی که میخوای با یه جایی کار کنی هرچی رتبه وبمانیش بالاتر باشه وچر وبمانیش بالاتر باشه بهتر میتونه پاسخ به نیاز شما بده اگر در مورد وبمانی نمیدونی یا اینکه میخوای بیشتر بدونی پیشنهاد میکنم ویدیو مربوطش رو توی کانالمون پیدا بکن همین داستان روی وبمانیه میایم رو پی MTS کار میکنیم میایم سورتمون رو این انجام میدیم همونطور که اگه روی این تول تیپ وایسیم باز میشه یه چیزی که توش نوشته سورت اکسچنج باید پرفکت مانی تراس سکور بر اساس پرفکت مانی اومده این دسته بندی رو انجام داده قبلی بر این WMBL بر اساس وب مانی بود این پرفکت مانیه که میبینید که چند تا سایت گردن کلفت هم این بالا قرار داره وقتی روی نام وایسین اینا رو دیگه قبلا توضیح دادم که چجوری میتونی ازش استفاده بکنی میزان ریویوی هم که در مورد این سایت نوشته شده رو میتونیم می اینجا من مثلا روی یکیش کلیک میکنم اومده در مورد چی توضیح داده در مورد این سایت توضیح داده گفته اکتیو رتبش این رزروش به این میزانه 8 سال و 10 ماهی که داره کار میکنه و توی این بیست اکسچنج بکس بست چنج میکنم 8 سال یک ماهی که ثبت شده که کشورش قزاقستانه و حالا کلی اطلاعات دیگه ای داده شما اسکرول کنید که بیاین پایین نظر بقیه رو میتونید مشاهده کنید یکی اون روش که جلوگیری از کلاهبرداری میکرد همین داستان این خدمتتون عرض شود ریویو خوندن بود این ریویو خوندن به شما خیلی کمک میکنه به خاطر اینکه به راحتی بتونید نظر بقیه ببینید شاید یه دفعه برخ بخورید به ریویو یکی از این قربانیان اینجور سایت ها خب برگشتیم به صفحه قبلی و یه ACTS داره که بر اساس خرید نقدی داره دسته بنده میکنه Sort Exchange باید Advanced Cash Transaction Score Column همونطور که میدونید 700 اومده به پایین پس برای انتخاب بهترین صرافی ها شما به این طریق میتونید خیلی راحت صرافی مد نظرتون رو بر اساس پرفکت مانی وب مانی یا بر اساس کش انتخاب بکنید حتی میتونید رتبهش هم جدا کنید و یک سایت معتبری انتخاب کنید در نظر داشته باشید که یک نکته بسیار مهم بحث بس KYC و AML هست که حتما بعد قبلش چک کرده باشین حتی با این پشتیبان آنلاین صحبت کرده باشین که اگر مثلا من تابعیت کشور خاصی رو دارم چون اینا اکثرا صفحه پاسپورت شما رو میخوان و پیشنهاد من اینه که حتما اگر داریم با اینا کار میکنین توش رجیستر بکنین چرا چون بعد از یه مدتی مثلا اگر داریم میخوای کار کنی بلند مدت مثلا میگه از این لول بری این لول انقدرم تخفیف میدم توی خریدت خب این مثلا یک وچری به یک کدی بهت میده یک کد کوپونی بهت میده که مثلا این این, این کد تخفیف ها هست که شما از فروشگاه آنلاین میخرید دفعه بعد که بیای ازش بخری از اون کد میتونی استفاده کنی خب بهتره که ازش بهره مند بشی در نظر داشته باشین که این مجموعه فقط بحث آموزشی رو داشت شما میخواستیم توی این ویدیو این تبه ها رو پیدا بکنید که به راحتی اکسنجر مد نظرتون رو و بهترین اکسچنج رو انتخاب بکنید و روش ارزیابیش هم براتون توضیح دادم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید سوالی دارید زیر همین ویدیو در یوتیوب بر ما یادداشت بکنید سوالاتتون رو همه رو جواب خواهم داد و ضمنا با اشتراکش در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون خیلی جدی از ما حمایت میکنید و کمک میکنه که شبکه دوستان ما هم گسترده بشه در انتها برای شما چند تا ویدیو در خصوص این موضوع و مرتبط با اون به اشتراک گذاشتم اگر به موضوع بلاکچین و گری اون روی کریپتوکارنسی علاقمند هستین حتما حتما تو کانال ما عضوشین این لوگو رو فشار بدین زنگوله بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات که براتون به اشتراک میذارم به لحظه و زودتر از بقیه مطلع بشین امیدوارم لذت برده باشین ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار